بسم الله الرحمن الرحیم سلام تقدیم به تمامی دوستایی که می لحظه ویدیو رو میبینن آرزو دارم هر جایی که هستین خوش و من سر حال باشین امروز بخوایم یک ویدیوی دیگه از فارمکولوژی رو شما ثبت بکنم بحث امروز ما و شما درباره انواع داروهاست درباره تایپ اف درک صحبت میکنیم اما قبل از اینکه این بحث شروع بکنیم یادتون نره چنل خودتون رو لایک کنین سابسکرایب کنین و با دوستانتون شریک بکنین و ویدیوهای قبلی فارماکولوژی رو که من آپلود کردم و حتما ببینین چون درس هایی که با هم دیگه ارتباط داره ببینین بحث امروز ما شما درباره تایپ اف درگ درباره تایپ اف درگز یا درباره انواع داروها صحبت نیم یا تا نه ما شما داروها را به اساس دو تا موضوعش به اساس دو تا خصوصیتش یکی به اساس فعالیت داخلی یا intrinsic intrinsic activity از اینا و دوم به اساس ای مکس ای مکس یا مکزمم افکتش یا به اساس تاثیر اعظمی دارو تقسیمات مونی ما شما داروها را به اساس انترنسیک اکتیویتی یا فالت های داخلی دارو و ایمکس دارو به دو بخش تقسیم نیم یعنی کل دارو ها ما شما به دو بخش تقسیم میکنیم داروهای اول ما و شما به نام اگونیست یاد میشه اگونیست درکن داروهای دارو اگونیست شما میفهمید به عنوان داروهایی هستن که گرنده ها یا ها رو تنبیه میکنه استمیولیت میکنه و باعث یک افکت میشه اما داروهای دومی که ما با شما داریم گروه دومی از داروهای ما شما به نام انتاگونیست هستن انتاگونیست هستن داروهای انتاگونیست داروهای هستن که مانع تنبیه گرنده های رسپتور ها میشه یا از تنبیه یا استمیولیتی گرنده های رسپتور ها جلوگیری میکنه یا به باری دیگه اینا بلاک میکنه چرا رسیپتور ها یعنی اینا از جمله داروهای هستن که نه میکنه یا انهیبیت میکنه استمیلیشن چرا گرنده یا ما شما اگونیست درگ اگر مطالعه بکنیم خب اگونیست درگ خودش به سه خانواده اومده تقسیم میشه ما شما سه نوع اگونیست درگ بریم گروه اول از اینا متوجه باشین فول اگونیست های فول اگونیست ها. گروه دوم از اینا پارشل اگونیست هست پارشل اگونیست های و گروه سوم خانوادی سوم اداره In ها انورس ان انورس اگونیست های ما درباره هر کدام از این داروها جداگانه صحبت میکنیم که فول اگونیس ها چی ویژگی داره پارش ها چی ویژگی و انورس اگونیس ها چی ویژگی داره اما قسم درباره انتاگونیس ها اگر شما مطالعه بکنید ما و شما انتاگونیس ها را به سه خانواده تقسیم میکنیم سه نوع انتاگونیس داریم داروهای ما و شما خانواده اولی از انتاگونیس های ما شما چی هستند اینا رو به نام کامپیتیتیو کامپیتیتیو انتاگونیست یاد میکنن انتاگونیست های رقابتی یا کامپیتیتیف هستن دومش نان، نن کامپیتیتیف هستن یا انتاگونیست های غیر رقابتی یا نن کامپیتیتیف درگ گفته میشه که خودی نان کمپتیتیف انتاگونیست باز هم شما به دو باش اقسیم نیم و نان, انت... نان انتاگونیست داره یکی از اینا متوجه باشین ایری ورسیبل است ارسوال ایریورسیبل کمپتیتیف انتا چه انتاگونیست هستن و دومیش آلو آستریک هستن آلو استریک کم... نن کمپتیتیف انتاگونیست های شکلی سومی از اینا یا خانوادی سیومی انتاگونیست های یا دوره های انتاگونیست ما شما فنگشنل انتاگونیست هستن فنگشنل انتاگونیست هستن در کل داروهایی که ما و شما استفاده میکنیم در یک از این ها وجود داره داروهای ما و شما اول به دو بخش چی تبدیل تقسیم میشه اگونیست و انتاگونیست هستن انتاگونیست ها به سه نوع هستن فول اگونیست هستن پارشل اگونیست هستن انورس اگونیست هستن ها که خودشان به سه خانواده تقسیم میشه کامپیتیتیو یا رقابتی هستن نان کامپیتیتیو هستن و فانکشنال هستن یا تو نره که نان کامپیتیتیو انتاگونیست ها بازم به دو بخش تقسیم میشه یکی ایریورسیبل نان کمپتیتیو انتاگونیست داریم و دومش آلو استریک نان کمپتیتیو انتاگونیست داریم خب حالا این پاک میکنیم و میایم از اول درباره فول اگونیس ها صحبت میکنیم که فول اگونیس ها چه رقم داروهای و بعد به دیگه از داروها ببینید دوستای عزیز ما و شما درباره چی خواندیم درباره داروهای اگونیست خواندیم شکل اولی از داروهای اگونیست ما و شما فول اگونیست میگیم فول اگونیست یاد میشه کدام داروها شما فول اگونیست میگیم ببینید هر یک دارو ای مکسش مکزیم افکتش یا ای مکسش برابر با چی باشد برابر با اندوجنس لیگان باشد اندوجینس لیگاند باشه یا هرگاه تأثیر یک داروی ما و شما برابر به تأثیری مواد داخل منشه اینمی دارو باشه پس ما و شما میگیم ای چیست اندوجه نیست چیست اینمی فول اگو مثلا مثلا شما استالکولین دارین استالکولین دارین این یک چه اندوجین است کیمیکال مسنجر یک پیام رسان داخل منشه در داخل بدل ماش متوسط هجرات نیورون ها تولید میشه اینا میای بالای کولین رسپتور ها بالای گرنده های کلنرژیک بالای رسپتور های تأثیر میکنه و باعث تنبیه یا استیمولیشن اداره ها میشه ای گرنده ها میشه هرگاه ما شما یک داروی استفاده بکنیم که این دارو دارو تأثیر از اینا مشابه به تأثیر استالکولین باشن به با اونمو اندازه ای که استالکولین گریندر در اکتیف میکنن به مو اندازه او دارو هم ای چی بکنه؟ ای گرنده رو تنبیه بکنن پس ما میگیم اینمی چی هستن؟ یک فول اگونیست در حقیقت فول اگونیست های ما و شما هستن که تقلید میکنه تأثیر دارو های یا مواد یا هرمون های یا پیامرسان های کیمیایی داخل منشه ایمان مثلا شما وقتی که میاین خود کولینرژیک اگونیس ها رو میخوانید خود این کولینرژیک اگونیس ها زمان فول اگونیس میگیم هر داروی از کولینرژیک اگونیس که بتانه تأثیری ازمی مشابه به استایل کولین تولید بکنه یا مثل استایل کولین عمل بکنه پس ما میگیم اینم یک فول اگونیس یا مثلا ببینین مثلا شما داروی دیگه ای دارین به نام چی؟ به نام فینالفرین فینایل فنیلفرین فینالفرین چی است یک فول آگونیست برای کدام گیرنده برای الفا ادرینو ریسپتوره. برای الفا ادرینو ادرینو ریسپتور الفا ادرینو ریسپتور گرنده های هستند که در جداری در عضلاتی که جدار اوویه تشکیل داده در خودی در جدار واسکیولر وسکولر, وسکولر وسکولر اسموت مسلز اسموت مسلز وجود داره این گرنده ها و این همی گرنده ها توسط چی در حالت طبعی توسطی نار اپینفرین تنبیه میشه نار نفرین شما میفهمین که نار توسط سیستم سمپاتیک توسط پست نیورو نیورون یا پست گنگلیونیک نیورون های سیستم سمپاتیک تولید میشه و این بالای هر گرنده یک تاثیر بکنه اون گرنده ها رو شما به نام ادرینال ریسپتور میگین نار ادرنالین یک اندوجینس لیگاند یک ماده داخل میشه که می بالای گرنده های ادرینال نصب میشه و از قضی چی میشه عمل میکنه فینالفرین هم مثل چی مثل نارپینفرین عمل میکنه بونموز شدت عملی که نارپینفرین ای گرین فعال میکنه بوناموی اندازه فینالفرین هم چی میکنه فعال میکنه وقتی فینالفرین بالای گرینده الفا ادرینو ریسپتور نصب میشه باعث میشه ای فعال شد ای گرینده چی فعال, ای گرنده فعال شد وقتی گرینده فعال شد اکتیف شدن یا فعال شدن ای گرینده باعث میشه که اینا جی کیو پروتین جی کیو پروتین فعال بکنه جی پروتین که به نام جی آزده پروتین هم یاد میشه چی میکنه وقتی این فعال شوه این پروتین جی فعال شوه ای چی میکنه باعث میشه که غلظت کلسیم در داخل چی در داخل سایت پلازم زیاد شونه شما میفهمین بنا به هر دلیلی که غلظت کلسیم در داخل حجرات زیاد شوه غلظت کلسیم وقتی در داخل عضلات اسمود مسلز افزایش پیدا میکنه این باعث میشه که اکتین و مایوزین مایوزین روی همدیگه لغزش بکنه لغزش اکتین و مایزین اینه که افزایش کلسیم باعث چی میشه؟ باعث لغزش اکتین و مایزین میشه و در حقیقت باعث کانترکشن میشه باعث کانترکشن عضلاتی که در جدار آویه وجود داره وقتی یه عضلات کانترکشن بکنه کانترکشن از اونها باعث میشه که قطر آویه ها کم شود کاهش قطر کاهش قطر اویه ها باعث میشه که مقاومت در مقابل جریان خون زیاد بکنه و افزایش مقاومت باعث میشه که بلد پرشر یا فشار خون چی بکنه؟ افزایش پیدا بکنه چیزی که بسیار مهم است اینجا شما درباره کیو پروتین کسی باید اول معلومات پیدا بکنی؟ شما قبلا خواندین که جی پروتین انواع مختلف داره معمولا جی پروتین ما و شما جی پروتین سه شکل است یکی جی پروتین داریم یکی جی آی پروتین داریم یکی جی کیو پروتین داریم جی کیو پروتین داریم که به نام جی یازده همیت میشه جی اس پروتین یا جی استمیلیتوریه هر هورمون یا هر ماده یا هر دارویی که بیای بالای گرندی خود نصب شه و ای باعث جی اس پروتین شه جی اس پروتین چی میکنه ادینیل سایکلیز فعال میکنه ادنیل سایکلیز فعال نه ادنیل سایکلیز وقتی فعال شوه این میره پروتین کناز فعال نه پروتین کاینز فعال نه انزایم پروتین کائنیز چی میشه؟ این ادنیل سایکلیز سیکل ایم پی زیاد میسازه سیکل ایم پی پروتین کناز فعال میکنه و پروتین کناز میره چی میکنه؟ بایسی فاسفورلیشن پروتین میشه باعث فاس فو ریلیشنی پروتین میشه ایرمی فاسفورلیشن پروتین در حقیقت یک بایولوژیکل ریسپانس هست یک اکسل عملی بایولوژیکی است جی آی چی هستن؟ وقتی که یک دارو بیا جی آی را فعال بکنه جی انهیبیتوری را فعال بکنه جی آی چی میکنه؟ از فعال شدن ادینیل سایکلیز جلوگیری میکنه وقتی ادینیل سایکلیز را نگذاره که فعال شده وقتی ادینیل سایکلیز فعال نشه و در حقیقت سیکل ایم پی تولید میشه پیام رسان سانری سیکل ایم پی وقتی که فعال نشود در حقیقت پروتئین کناز فعال نمیشه پروتئین کناز که فعال نشود فاسفورلیشن پروتئین صورت نمیگیره وقتی فاسفورلیشن پروتین صورت نگیره در حقیقت بیولوژیکال ریسپانس به وجود نمیاد دیگه چی است جی کیو پروتئین هرگاه هر یک دارو بیای بالای گرنده خود نصب شوه و این گرنده را فعال بکنه و گرنده یا ریسپتوری که فعال شده باعث فعال شدن جی کیو یا جی اس اینه جی کیو پروتین یا جی اس پروتین چه میکنه؟ جی کیو پروتین اینجا نمیشتن میکنم جی کیو پروتین وقتی که فعال شوه اینه GQ جی کیو پروتین میای چی رو فعال میکنه؟ فاسفولیپاز سی رو در جدار حجا فعال میکنه فاسفولیپاز سی رو فعال میکنه فاسفولیپاز سی وقتی که فعال شوه ای چی میکنه؟ فاسفولیپیدی که در دیوار حجرات وجود داره پی آی پی دوره چی میکنه به اجزایش تجزیه میکنه به دو سکندر مسنجر تجزیه میکنه یکی به دای اسایل گلیسرول تجزیه میکنه و یکم به آی پی 3 شما پیام های کیمیایی را خواندید و در ویدیوهای قبلی درباره پیام های کیمیایی صحبت کردیم که ما سه پیام رسان کیمیایی داریم یکی خود اینمی سیکل ای پی هست یکی کلسیم کال میدولین کامپلیکس هست و یک مشتقات فاسفولیپید است که ای نمی آی پی 3 یعنی انیزتول inositol triphosphate فاسفیت و دی ای جی دای اصال گلیسیرول دای اصال گلیسیرول یه اردو هر دوشون سکندری مسینگره زمانی که آی پی یا چه آی پی تری چی میکنه باعث میشه که کلسیم در داخلی سایت پلاز مازا شود این باعث میشه از اندوپلازمیک شده کلوم و از بیرون چینل های کلسیم باز شود وقتی کلسیم چینل باز و اوپین شوه در نتیجه چی میشه مقدار زیاد کلسیم به داخل حجره انتقال پیدا میکنه وقتی مقدار زیادی از کلسیم به داخل حجره انتقال پیدا میکنه غلظت کلسیم زیاد میشه وقتی کلسیم زیاد شد اکچین و مایزین روی هم دیگه ملغزه و بایس چی میشه بایسی چی میشه کانترکشن میشه و یعنی می خودش یک بایولوژیکال ریسپانس دو اصل گلیسرول مثل سیکلی ام چی میکنه میره پروتئین کناز فعال میکنه پروتین کاینیز فعال میکنه وقتی پروتین کاینیز فعال شد پروتین کاینیز میره چی میشه باعث فاسفورلیشن پروتین میشه فاسفورلیشن پروتین خودش یک چیه یک بیولوژیکال ریسپانس است خب ما درباره فولاگونیس صحبت می فولاگونیس فینا، فینالفرین دارویی هست که تاثیرش یا ایمکسش یا تاثیر اعظمی یا افکت ازی مشابه به افکت نارپینفرینه وقتی پینفرین بالای الفا ادرین ریسپتور وصل شود و یک گریند فعال اون اونمو ریسپانسی به وجود میاد که وقتی فینالفرین بالای گریند نصب شده چون فینالفرین تاثیر اعظمی یا ایمکسش مشابه به و مشابه به اندوجینس لیگان مشابه به مواد داخل منشه بدن ما و شما است پس ما میگیم چی هستن ای یک فول اگونیست هستن پس فینالفرین فول اگونیست کیه نارپینفرین است که بالای الفا ادرین ریسپتور تاثیر میکنه گوانچس جی پروتین یا جی کیو پروتین فعال میشه جی کیو پروتین فعال شد غلظت کلسیم در داخل چی است اسموت که در جدار اویه ها وجود داره زیاد میشه و اینمی باعث میشه که اکتین و مایزین روی همدیگه بلغزه و باعث کانترکشنی خود اینمی اسموت مسلزی و اسکولر بیت شوه این باعث افزایش مقاومت در مقابل جریان خون میشه و این باعث میشه که فشار خون چی شوه بلند بره پس این بود بحثی فولاگونیست پس هر کس از شما پرسون میکنه فولاگونیست چی است شما میگن اونم داروهایی هستن که این برابر به چی باشه به اندوجن است لیگان باشه ببینین داروی دیگه, دیگه ای که ما شما خواندیم از خانواده اگونیست های ببینید دومین نوع اگونس های ما و شما دومین نو اگونس های ما و شما پارشل اگونس های پارشل اگونس ها. اینا های قسمی هستن یا پارشل هستن پارشل اگونس ها به عنوان اگونس های گفته میشه که اینا ای کمتر است نسبت به اندوجینس لیگان یا اینا تاثیر داره گرنده ها رو استیمولیت میکنه اما شدت تاثیرشون کمتر نسبت به چی؟ کمتر نسبت به اندوجینس لیگانت یا کمتر نسبت به افکت یا تأثیری فول اگونیس های مثلا اگر فول اگونیس ها صد تأثیر تاثیر میکنه اینا کمتر از صد تأثیر تاثیر داره بالاتر از صفر و پایینتر از 1 تاثیرش وجود داره مثلا شما اگر فول اگونیس ها رو در نظر بگیرید متوجه بشین که فول اگونیس ها تاثیرشون شدید است اما پارشل اگونیس ها تاثیرشون نظر به فول کمتر است از اون خاطر که گاهی وقت‌ها این نمی پارشل اگونیست به عنوان انتاگونیست فول استفاده میشه ما برای زیکی تاثیر فول اگونیست ها را کایش از چی از پارشل اگونیست ها استفاده میکنه یعنی خود این نمی پارشل اگونیست پارشل اگونیست اگونیست میشه به عنوان چی باشه میتونه به با عنوان انتاگونیستی انتا گونسته چی استفاده شد؟ فول اگونس ها استفاده شود و ای اثرشون خیلی هم در تبابت استفاده میشه مثلا چه رقم؟ شما اینجا یک حجره دارین چندین گرنده داره؟ گرنده های زیاد داریم؟ گرنده های زیاد داریم؟ اگر اینمی گرنده ها کلشان توسط چی توسط فول اگونیست پر شود اینمی ریسپتورها ها اگر توسط فول اگونیست ها پر شود و اکتیو شود این چی میکنه این حجره را زیاد استیمولیت میکنه شدید استیمولیت میکنه شدت عملش زیاده اما اگر اینمی چی شود این امینا چی بیا پارشل اگونیست تن میکنه پارشل اگونیست از می گیرنده ها نصب شوه اینا هم استیمولیت میکنه اما تنبیه شدن حجره کمتر نسبت به چی نسبت به حالت پیشتر که توسط فول اگونیست تنبیه میشه پس هرگو شما میخواین که تاثیر اندوجنس لیگان یا تاثیر فول اگونیست ها رو در ساحه کم کنین چی از از پارشل اگونیست استفاده میکنین مثلا شما اینجا گر... این گرنده ها را دارید اگر اینا توسط فول اگونیست تنبیه شود تاثیرشون زیاده شما پارشل اگونیست استفاده میکنید از این هفت گرنده ای که وجود داره سه گریندی از این توسط فول اگونیست تنبیه میشه و چهار دانی از اون توسط پارشل اگونیست تنبیه میشه پس یعنی گرنده های که توسط پارشل اگونیست تنبیه شده تاثیرشون کمتر نسبت به حالت اول تنبیه پذیری از اونا کمتر نسبت به اون گرنده هایشون گرنده های که توسط فول اگونیست تنبیه میشه از اون خاطر که ما اگر بخوایم تأثیری فول اگونیس ها را کمتر بسازیم گاه میشه از چی استفاده بکنیم از پارشل اگونیس های استفاده بکنیم مثلا یک از داروهایی که ما شما داریم ایر پپرازول است ایر خودش یک پارشل, ان پارشل اگونیس چیست است اگریسپتور هرگو ریسپتور های دوپامین توسط دوپامین تنبیه شود توسط کل دو دوپا... از گرندها ها توسط دوپامین اشغال شود و اگر تن... چیز تنبیه شود گرنده ها فعال شود تاثیرش زیاده شدیده اما اگر ایریپیپرازول ار... استفاده کنید ایریپیپرازول گرنده ها را اشغال میکنه اما استمیولیت میکنه اما نبوشیده که دوپامین تنبیه کرده بود از او خاطر است که از ایریپیپرازول برای تداوی شیزوفرنی و بایپولار دیزیز استفاده میکنند به خاطر از که اعراض چیه؟ اعراض خود نمی شیزوفرنی ها شیزوفرنیا و بایپولار دیزیز بایپولر دیزاردر برای از چی کنن؟ برای از اینکه اعراض و علایمی شیزوفرنی را بهبود ببخشه چی میکنه؟ از اریپیپرازول استفاده میکنه؟ اریپیپرازول چی میکنه؟ میره گرنده های چی دوپامین استیمولیت میکنه؟ زمانی که گرنده ها توسط خود دوپامین استیمولیت شوه شدتش زیاده از اون خاطر اعراض و علایم بایپولار دیزیز یا شیزوفرنی از شخص بیشتر پیدا میشه اما فرازول چی میکنه؟ ERP هم میگرنده ها را میکنه اما شدت استمیولیت یا تنبیه نمودنشان نظر به دوپامین دپونی... اگرسیپتور ها کسی چیه؟ کمتره پس ما بورمو داروهایی که بورمو داروهایی که بیا یک گرنده را تنبیه بکنه اما ایمکس یا تاثیر یا افکت اعظمیشان کمتر نسبت به فول یا اندوجینس لیگاند باشد به اینا میگیم اینا پارشل ها. یادتون نرا که پارشل ها اکثر وقتا به عنوان انتاگونیست چی استفاده میشه؟ به عنوان انتاگونیست فول اگونیست استفاده میشه اگر یک گرنه توسط فول اگونیست تنبیه شوه تا چیست پذیرش خیلی شدید زیاده ایمکسش زیاده افکتش زیاده اما اگر انمی توسط چی توسط یک پارشال اگونیست تنبیه شوه ایمکس چیه؟ پایینه مثلا شما این دقت بکنید اگر شما اینجا یک گراف در نظر بگیرین یک گراف اگر باشد اینجا سیفر در نظر بگیرید، اینجا 25 فیصد تاثیر باشه اینجا 50 فیصد اینجا 75 فیصد اینجا 100 فیصد اینجا هم منفی 25 فیصد باشد منفی 50 فیصد هرگاه شما یک دارو را استفاده بکنین و این دارو 100 فیصد یک گرنده رو چی بکنه؟ تنبیه بکنه، اکتیو بکنه پس ای مکسش چیست؟ ای 100 صد فیصد است پس ما میگیم ای چیست؟ ای یک فول اگونیسته فول اگونیسته اما اگر شما یک دارو استفاده میکنید و این دارو هم چی میکنه؟ گرنده ها را اکتیو یا استیمولیت میکنه اما کمتر نسبت به فول اگونیست افکتش هست 25% از 50% از 75% استیمولیت میکنه تنبیه میکنه. پس ما میگیم این پارشل اگونیس های پارشل اگونیس های شکل سیوم از اگونیس های ما و شما انورس اگونیسته انورس اگونیس اگونیس هایی که تاثیر معکوس داره یعنی به جایی که تنبیه پذیری از نار زیاد بکنه و افکت زیاد بکنن نه اینا کوشش میکنن که تأثیری برعکس داشته باشه یعنی برعکس اگونیس ها تاثیر میکنن شما متوجه باشین وقتی یک گرنده شما در حجره یا در سلول اگر نگاه بکنین سلول ما و شما گرنده داره ریسپتور داره و این های ما و شما دو شکل داره یک رسیپتور های غیر فعال آره و یکم رسیپتور های فعال یا آر زبر میگیریم آر را میگیریم ای اکتیویتد ریسپتور و ای ریسپتور نان اکتیویتد است زمانی که شما یک اگونیست استفاده میکنین ای اگونیست ها چه میکنه آر یا ریسپتور های اکتیف را به ریسپتورهای های اکتیو تبدیل میکنه هر قدری که بیشتر گرینده های این اکتیف به گرینده ها یا های آر های اکتیو تبدیل شود در حقیقت این چیز حجره بیشتر استیمولیت میشه اما وقتی شما چی میکنین؟ انورس اگونیس ها رو استفاده میکنین انورس اگونیس ها برعکس چه میکنه؟ اینو گرنده های فعال را یا اکتیو را کوشش میکنه زیادتر غیر فعال بکنه و به گرنده های این اکتیو تبدیل بکنه در حالت عادی اگر هیچ اگونیس در یک ها وجود داشته باشد بعضی از گرنده ها به شکل خود به خودی از نن اکتیو به اکتیو تبدیل میشه این شما پنج تا دا گرنده داری و این پنج تا گرنده سه تا از چی است اکتیویت دست دو تاش نه اکتیویت است وقتی شما انورس اگونیست استفاده میکنه انورس اگونیست چی میکنه یعنی تعداد گرنده های غیر فعال زیاد میکنه کوشش میکنه یعنی گرنده فعال رو چی بکنه نه اکتیو بکنه این گرنده غیر فعال رو چی بکنه نان اکتیو بکنه پس تاثیر برعکس چی داره تاثیر برعکس اگونیست ها داره پس در حقیقت وقتی ما انورس اگونیس ها رو استفاده میکنیم در انورس اگونیس ها اینا تاثیر محکوس ای اگونیس ها داره و اینا چی میکنه؟ زیادتر گرنده های فعال رو کشش نه به گرنده های چی؟ به گرنده های غیر فعال تبدیل میکنه مثلا مثال از اینا یک از مثال های از اینا چیست؟ نالوگزان, نالوگزان یک انتیدود برای اوپیات یا چی برای اوپیات هاست؟ وقتی شما نالوگزان استفاده میکنید نالوگزان چی میکنه اینمی گرنده های اکتیو شده توسط اوپیات ها را کوشش میکنه چی بکنه نان اکتیو بکنه گرنده های فعال را زیاتر به گرنده های چی به گرنده های غیر فعال تبدیل بکنه و اینجایی که چی میشه این کوشش میکنه که افکت داروها پایین بیاد و در حقیقت اینمی تنبیه پذیری حجرات پایین میاد پس وقتی شما یک, استفاده یک دارو استفاده کنید و این دارو چی بکنه تاثیر برعکسی چی داشته باشه؟ تاثیر برعکسی اگونیست ها داشته باشد پس ما میگیم این انورس اگونیست این بلاک نمیکنه مثل دیگه حوجه مثل داروهای انتاگونیست نیست که بیره خودش بالای از این گرنده نصب شد و این بلاک بکنه تا داروی دیگه بالایش نصب شده نتونه او قسم نیست نه این یک ای ای چی میکنه این دارو وقتی که میه بالای از این نصب میشه اینمی می گرنده فعال را کوشش میکنه نه نکتیب بکنه و بسازه پس ما به این داروهایی که کوشش میکنه گرنده های اکتیو مشمار رو بیشتر به گرنده های نان اکتیو تبدیل بکنه و اینا میگیم اینا چی هستن اینا عبارت از انورس اگونیست های که مثلا یک از مثال های از خود نالوگزان خودش یک اگ انورس انورس اگونیست برای چی است برای گرنده میو اوپیات ها. و کوشش میکنه یک گرنده را اکثرا چه از شکل فالش به شکل غیر فالش تبدیل بکنه یا تعداد گرنده های غیر فال را زیادتر میسازه نسبت به چی نسبت به گرنده های فال خب این بود بحث این روزی ما و شما که درباره اگونیس ها گفتیم به خاطر اینکه که ویدیو زیاد طولانی نشه و خستکون نشود درباره داروهای انتاگونیست ویدیو دیگر رو می سازیم و فقط یادتون باشه که ما داروها را به اساس چی به اساس فعالیت های داخلی یا انترنزیک اکتیویتی از نوع به اساس ایمکسشان و دو بخش اگونیست و انتاگونیست تقسیم کنیم اگونیست ها را باز به با سه بخش تقسیم کردیم فول اگونیست پارشل اگونیست و انورس اگونیست بود فول اگونیست تاثیرشون اعظمی هست اینا تاثیرشون زیاد مثل یک اندوجینس لیگاند هستن پارشال اگونیست کمتر نسبت به فول اگونیست استیمولیت میکنه گرنده ها را. ولی انورس اگونیست چی میکنه گرنده های اکتیو کوشش نشه زیاتر بنان اکتیو تاثیر کنه تاثیر چی داره اگونیست ها داره انتاگونیست هم سه شکل بود که کمپتیتیو بود نان بود و فانکشنال بود که در هفته بعدی در ویدیو بعدی با ایراد من با شما شریک میکنم یادتون نره که کانال خودتون لایک بکنید سابسکرایب کنید خوش و موفق و سرفراز باشین